صدام فرود تقلا میکرد روانکاوی رو به هرمنوتیک تقلیل نده و مثلا در تفسیر رویاها قضیه برای اون تفسیر معنای رویاها نبودش، چیزی که خب نگرش های سنتی به رویاها وجود داشت که همه چیز تفسیر حاضر و آماده ای داره، هر رویایی میتونه تعبیر بشه، هر چیزی نماد مخصوص به خودش رو داره. برای منطق بازنمایی حضور پررنگی داره اینجا و بر همین اساس یادآوری همیشه نقش خیلی مهمی در حیات روانی سوژه داره. فروید ابتدا خیلی تلاش میکرد بیمارانش رو مجبور میکرد که به یاد بیارن تمام اون چیزهای آزارندهی که روانشون مانع از به یادآوریش میشد، تلاش میکرد اونها رو وادار کنه به یاد آوردن. و جالب حتی توی یه دوره‌ای بعد از اینکه خب هیپنوتیزم رو میذاره کنار، حتی دستش رو میذاشت به پیشونی بیمارها و میگفت حالا تو میتونی به یاد بیاری. یه تکنیکی بود برای القا کردن این نکته به بیمار که توانایی به یادآوری رو داره ولی الان موانعی وجود داره که خودش بهش واقف نیستش. ولی رفته رفته متوجه میشه که این بازنمایی و تفسیر تا چقدر میتونن خودشون مسئله ساز باشن و با انواع محدودیت‌ها مواجه میشن. یکی از دلایل این که فروید تونست در واقع خیلی زود به این محدودیت‌ها پی ببره، پافشاری اون روشی بود رو مسئله کوز بود که از ابتدا روش پافشاری کرد و در تقابل با نظریات روانپزشکی قبل از خودش خیلی علتیابی رو، اتیولوژی رو برجسته کرد و سعی میکرد که علت پدید آمدن تروماها و روان رنجوری‌ها رو توضیح بده که خیلی خب نگرشش رو متفاوت میکرد از نگرش‌های توصیفی و مبتنی بر همین طبقه بندی سیمتوم‌ها و نظاره اینها. لاکان هم یه تغییر نگرش مشابه رو با فروید میتونیم درش ببینیم که اون رو از پدیدارشناسی و هرمنوتیک چند سال اولش دور میکنه و به واسطه اون لاکان تلاش میکنه مرکز زدایی عرصه دلالت رو نشون بده که این عرصه دلالت و زبان مرکز نداره و به تبع اون یه علتی در بطن خود این حوزه دلالت‌ها و بازنمایی ها هستش که عمل میکنه، کارکرد داره و تعیین کننده است بدون اینکه خودش در این عرصه بازنمایی بشه. این تغییر جهت لاکان هم تو دو مرحله اتفاق میفته. اول اینکه لاکان منطق ساختارگرایی رو تا ته دنبال میکنه، خب تو اینجا هم به دنبال اون علت مرکز زدوده دلالت هست و اون رو به عنوان همین ساختار معرفی، یعنی از خود دلالت به سمت علت دلالت میره و خود عرصه دلالت رو، دلالت ها رو اثر و یه جور معلول این معناها معنا میدونه و برای همین تجربه خیالی رو اول خیلی برجسته میکنه که مؤلفه ذاتیش هم چیه؟ میسریکاگنیشن. سوژه خودش رو نمیتونه ریکوگنایز کنه تو این عرصه دلالت ها، اشتباه میگیره خودش رو و علت تعیین کننده چیزی که برایش رخ داده رو متوجه نمیشه. خب این رو در اکثر سیمتوم های روانکاوی میبینیم و نمونه سادهش همین توپوخاست یا لغزش های زبانی که داریم ولی انواع اقسامش رو میتونیم ببینیم، رویاهایی که خودمون میبینیم ولی هیچ موقع نمیتونیم خودمون رو در اونها باز بشناسیم و خیلی موارد دیگه. در واقع یه شکافی بین امر واقعی و امر نمادین وجود داره که این شکاف خود نظم نمادین رو متاثر میکنه، یعنی این شکاف به عنوان محدودیت ذاتی نظم عمل میکنه. برای همین با رجوع به خود این نظم نمادین نمیشه این شکاف رو توضیح داد. این نظم نمادین از ابتدا به واسطه این شکاف خط میخوره و زنجیره نمادین به طور ذاتی تبدیل میشه به چیز نامنسجم و از هم گسیخته. به زبون دیگه به قول لاکان تبدیل میشه به یه نات اول، یه نهمه که نمیتونه یه کل واحد و یک پارچه بسازه. و این زنجیره نمادین هم همیشه دور یه حفره و خلأ ذاتی ساختار پیدا میکنه. این حفره و این خلا و این عنصر نمادین نشدنی ذاتی باعث بازموندن این شکاف بین امر نمادین و امر واقعی میشه، یعنی این شکاف هیچ موقع کامل دوخته نمیشه، اون ظرف هیچ موقع مرهمی تمام عیار پیدا نمیکنه که برای همیشه شکاف بسته بشه. به همین دلیل امر واقعی و امر نمادین هیچ موقع نمیتونن کاملا بر هم منطبق بشن. امر نمادین نمیتونه امر واقعی رو همیشه به طور کامل از آن خودش بکنه و این مرکز زدایی از امر واقعی در نسبت با امر نمادین همون چیزیه که لاکان بهش میگه علت.
این جلسه ما مفهوم علت رو داریم برجسته میکنیم که خیلی مهمه تو فهم بحث اجبار به تکرار، که ربط مستقیمی هم به امر واقعی داره. یعنی امر واقعی علت غایب امر نمادین.